بنیاد جهانی آیت الله العظمى شیرازی از لغو دریافت هزینه ویزای میان کشورهای ایران و عراق قدردانی کرد و خواستار اقدامات بیشتری در این راه شد در پی تصویب مصوبه عدم دریافت هزینه روادید میان دو کشور عراق و ایران برای زائران دو کشور بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمى شیرازی بیانیه‌ای صادر کرد در بخشی از این بیانیه آمده است میلیون شیعه و محب و پیرو اهل بیت علیهم السلام خود را برای شرکت و حضور در شعار امام حسین علیه السلام به مناسبت فرا رسیدن ماه معظم شعبان آماده می کنند و بدین وسیله پایبندی و تعهد خیش را به ارزش های اسلامی و انسانی اعلان و بر آن تاکید می کنند بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظما شیرازی لغو هزینه ویزای سفر زائران ایرانی به عراق را گامی مهم در جهت استحکام بخشیدن به روابط میان دو کشور عراق و ایران دانست و افزود از دولت ایران می خواهیم که به این منظور تمام موانع مالی و اداری مرتبط با زیارت عتبات عالیات را حذف کند و دستگاه های زیربت را وا دارد که عوارض ویزا و سایر موانع را بردارند تا تمام دوستداران و عاشقان اهل بید علیه السلام از جای جای این جهان بتوانند به بهترین و کاملترین وجه در مراسم زیارت و شعائر حسینی شرکت کنند بنیاد در پایان بیانیه خود گفته بایسته توجه است که ایران در این زمینه از بارسترین و ممتازترین موقعیت استراتژی برخوردار است وانگهی همگان از منافع مادی و معنوی این موضوع بهرهمند خواهند شد